گفتگوی فاکس نیوز با شهردار جولیانی پس از بازگشت از کنفرانس بین المللی پاریس بحران غزه یک جنگ نیابتی از سوی رژیم ایران تأکید بر راه حل سوم و ضرورت تغییر در ایران به دست مردم و مقاومت ایران تلویزیون فاکس نیوز 20 نوامبر 2012 سیوم آبان صبح سشنبه شهردار رودی جولیانی توقفی در میزه گرد فاکس داشت و در آنجا در مورد بالا گرفتن خشونت در غزه و همچنین پیرامون حمله به سفارت آمریکا در بنغازی نظراتی را ابراز داشت. او گفت به نظر من بحران غزه بدون هیچ شکی یک جنگ نیابتی از سوی رژیم ایران است. در قبال این رژیم سه راه حل وجود دارد اول مذاکره و نوعی تنش زدائی. دوم یک حمله نظامی که این هر دو دو راه حل بد هستند اما راه حل سوم تغییر رژیم در ایران است همانند تغییر رژیم در مصر تغییر رژیم در لیبی و تغییر رژیم در سوریه که در پیش است you just returned from paris and you say much of the talk there was about what's going on in the absolutely Well, the group i was with with uh, john bolton and, and uh, mike Mukasey, it was uh, it, and it was quite a group I mean, we have been we talking about a, It was an iranian group that uh, wants to see regime change in MK? iran M E K. yeah which wants to see regime change in 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 iran they've just been delisted and uh, the reality is that's an option that we should be talking about i mean there there are three options right option number 1 is negotiate and do some kind of uh, detente like we did with the mm -hmm. Soviets number two is military attack both those options are pretty pretty bad the third one is let's see if you can uh, get a different regime in Iran فراخانهای هیئت دفاع از حقوق بشر در عراق و تجمع وکلای اردنی در دفاع از اشرف برای ممانعت از سرقت اموال مجاهدین توسط دولت مالکی به خواست رژیم ایران هیئت دفاع از حقوق بشر در عراق در نامی به دبیر کل ملل متحد نوشت آنچه همکنون از جانب دولت عراق در راستای خاص رژیم ایران و در اثر فشار آن رژیم بر ساکنان اشرف و لیبرتی اعمال می شود، در تعارض کامل با چارچوب های عدالت و انسانیت و بسیار به دور از معیارهای اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر کنوانسیون چهارم ژنو معاهدات بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی است اعمال دولت عراق حاکی از نیتش برای به سرقت بردن اموالی است که حاصل تلاش و عمل هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در 26 سال گذشته در اشرف است. قانون مدنی عراق که در سال 1951 تصویب شده است، در رابطه با اموال منقول و غیر منقول در طرف ساکنان اشرف و لیبرتی که 26 سال در اشرف اقامت داشته اند قرار دارد. ما از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل می خواهیم برای احقاق حق و برپایی عدالت دولت عراق را به اجرای التزاماتش وادار کند، و از مارتین کوبلر رئیس یونامی بخواهد که طرف باشد و در مسیر تصرف و سرقت این اموال قرار نگیرد. همچنین تجمع وکلای اردنی در دفاع از اشرف طی نامه‌ای به دادستان کل عراق از وی خواست برای رفع توقیف از اموال مجاهدین دستورات قانونی لازم را صادر کند تا چهره قضایی عراق بیش از این در جهان خدشدار نشود. در این نامه از جمله آمده است حکومت های عراق و ایران در تلاش هستند تا به بحانه های گوناگون و بدون هیچ گونه دلیل موجه و قانونی اموال ساکنان اشرف و لیبرتی را که تحت یک محاصره ظالمانه قرار دارند تصاحب کنند تصمیمات حکومت عراق که به موجب آن ساکنان اشرف را از حقوقشان در اموال منقول و غیر منقولشان جهت انتقال یا فروش آنها در داخل و یا خارج اراق من می کند، یک نوع تصور عدوانی و به کلی نامشروع و غیر قانونی است و هیچ مجوزی برای سلب مالکیت از صاحبان این اموال وجود ندارد. تجمع وکلای اردنی از شما می خواهد که بنابر مسئولیت قانونی و قضایی خود در اسرع وقت دستورات قانونی لازمه را برای رفع توقیف از این اموال صادر کنید تا چهره قضایی عراق نزد جامعه جهانی بیش از این خدشدار نشود رجب طیب بردوغان نخست وزیر ترکیه نوری مالکی عراق را تومه جنگ داخلی خواهد کرد در پی بالا گرفتن بحران بین دولت مالکی و اقلیم کردستان اراق رادیو فرانسه 21 نوامبر 2012 اول آذر 91 گزارش کرد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه همتای عراقی خود نوری مالکی را متهم کرد که کشورش را به سوی جنگ داخلی سوق می دهد. گزارش می افساید اردوغان که از پاکستان دیدن می کند یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد گفت رژیم عراق در صدد است اوضاع کشور را به سوی یک جنگ داخلی سوق دهد نخست وزیر ترکیه گفت ما همیشه این نگرانی را داشته ایم که نخست وزیر عراق می تواند که جنگ داخلی به راه اندازد به لطف خدا این کار صورت نگرفت ولی اکنون ظاهرا نگرانی ما کم کم در حال محقق شدن است رجب طیب اردوغان همچنین این نگرانی را مطرح کرد که ممکن است در عراق جنگ بر سر نفت نیز به وقوع بپیوندد نگرانی نخست وزیر ترکیه در مورد جنگ بر سر نفت در داخل عراق از آنجایی ناشی می شود که حکومت خودمختار اقلیم کردستان عراق در هفته های اخیر هزاران تن از نیروهای مسلح خود را در مناطق توز خورماتو منطقه وسیع مورد مناقشه بین کردستان و دولت مرکزی اراق اعزام داشته است.